به نام مناسبترین واجه ها به رسم محبت به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام و درود بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید با کمال امتنان و افتخار با برنامه مصباح الهدا ویژه برنامه محرم و سفر شبکه جهانی هادی تیوی به گونه زنده و مستقیم روبروی شما خوبان هستم و در محضر عالم عامل کارشناس محترم اموری دینی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد احسانی هستم جناب استاد سلام علیکم خیلی خوش, خوش آمدید سلامت الله سلامت باشیم. ممنون از حضورتان سلامت باشید همچنان شبش. تشکر استاد بفرمایید اگر سلام علیکم با بیننده ها دارید در خدمت بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و احترام و سلام خالصانه و محضر همه بینندگان عزیز مؤمنین عزاداران اهل البیت علیهم الصلاۃ و السلام دارم امیدوارم که خداوند به ما توفیق اقامه عزا به معنای واقعی عنایت بفرماید <تصفح> سلامت باشین شما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم شما. سلامت باشین با موضوع که امام حسین در کلام اندیشمندان در خدمت شما بودیم صحبت را در جلسه قبلی پیرامون آثار و برکات عزاداری بیان شد و همچنین سخنان از دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی ذکر شد از جمله آقای محمد علی جناح قاید اعظم پاکستان بله. آقای ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی آقای ماربین آلمانی خاورشناس معروف و همچنین آقای توماس کارلویل فیلسوف و مورخ انگلیسی صحبت پیرامون آشورا و امام حسین علیه السلام بیان شد و در آخر صحبت هایتان فرمودید که پیرامون این موضوع مطالب بسیار زیاده هست که لازم به ذکر است در خدمت شمایی تشکر از شما بسم الله الرحمن الرحیم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عليهم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم تقاء الله. در ماه محرمیم بله و طبعا حزن و قم و اندوه از ناحیه مصیبت بزرگی که بر آل الله وارد شد بر امام حسین علیه و السلام و اصحاب و یاران و اهل بیتشان این دوران اسارت بله طبعا مؤمنین مؤمنات و نه تنها مسلمان ها نه تنها شیعه بلکه انسان های آزادی خواه بله. آزاد منش و صاحبان اندیشه نه تنها انسان طبق روایاتی که ما داریم بلکه افلاک آسمانها و زمین و همه موجودات بله. واقعا به این مصیبت و غم شریک هستند و عزادار بله، هستن. تاثیر گذاشت بله. بله بحث ما پیرامون این موضوع بزرگ و عظیم و این حادثه بسیار بسیار سرنوشت ساز هر چند که در وقت خود و در زمان خود که اون زمان مثل حالا اینجوری رسانه ها توسعه نداشت بله. و اخبار مثل حالا زود پخش نمیشد رسانه ها به این معنا گسترده نبود به ظاهر یک سپاهی به تعبیر شکست خورده شکست در نظامی در شکست خورده از نظر ظاهر از به. به ظاهر و در بعد نظامی در مقابل سپاهی به ظاهر بزرگ و عظیم و از نظر کمیت بسیار بالا و در رأس دستگاه ظلمه که در رأس شخصیتی مانند یزید نمتوند. که دیگه یزید شخصیتی کسی است که اون هیچ صفت مثبت از او و آراسته ای از او بند. کسی نقل نکرده همه و, و همه مسلمان و غیر مسلمان یزید را به عنوان یک شخص فاسد فاجر بیباک زالم. و خدمت شما ارز کنم از این قبیل خب حالی که ما زمان گذشته هزار و 382 سال میشه از این حادثه گذشته جهان بشریت در طول این دوران متوجه شده که واقعا پیروزی از همون سپاه بود که در سال یک هجده قمری شکست خورد در ظاهر شکست خورد در ظاهر شکست نظامی خورد ولی پیروزی نهایی و همیشگی از آن, از آن, آن. این سپاه بود خب سیاه. در جلسه قبلی عرض کردیم که خب ما ازاداری میکنیم به ما امر شده از طرف بزرگان دین و آموزه های دینی به ما گفته و علما مراجع و علاوه بر اینها سیره اهل البیت علیه مصلات و سلام برای ما الگو و خدمت شما ارز کنم سند است که تأکید شده شما در ماه محرم آشورا و این ایام کلا که مربوط به امام حسین علیه السلام, و السلام میشه شما عزاداری کنیم بهنه. یک سیاه. اقامه عزا کنیم دو پول خرج کنیم وقت صرف کنیم و از این قبیل چیزها اطعام کنیم رسیدگی کنیم بره فقرا و امثال و اما با این شرط و با این مسئله که اینها اگر اگر پسوند قضیه خالص بود من. صادقانه بود برای خدا بود برای خدا بود یکی بگیم ما برای امام حسین کارار میکنیم ما برای امام رضایی کارار میکنیم یک دفعه میگیم برای خدا میکنیم ما میگیم برای خدا میکنیم بله. اما امام حسین علیه الصلاه و السلام یک وسیله تقرب ما و قرب بله. ما به اون محبوب واقعی چرا امام حسین دوست داریم چرا محبوب ماست چون خدا خدا فرموده که دوستان منه دوست داشته باشین لذا سمرات و آثار داره که اشاره شما کردید من به گفته یکی از بزرگان واقعا اهل حال بوده به مهم. نام مشهور و معروف البته مسلمان به نام مرحوم کربلای احمد تهرانی مشهور و معروف ایشان احمدی از ایشان بله از ایشان نقل شده که فرمودن اگر این ازاداری های ما این مراسم های ما این سخنرانی های ما این مدهی های ما این برنامه تلویزیون ما این مهم. بحث سخن گفتن و اجرا به عنوان مجری بودن جناب عالی و به عنوانی که وقت مردمام میگیرم می اگر اینا به خدا باشه خالصانه باشه اینا آثار و طبعات مثبتی داره یعنی با ما به ما اینجوری که این خودش فرمایش حضرات معصومین هم است علیه مصلات و السلام خب بزرگان هم در, تو، در طول عمرشان هفتاد سال هشتاد سال کمتر زیادتر که در این دستگاه خدمت کردن کار کردن صاحب تجربیات هم شدن از جمله ایشان میفرمایند که اگر واقعا این ازاداری ها این مراسم ها این گفتن ها این سوان وری ها همه این خالصانه باشه و این عشق ها خالصانه باشه واقعا میگه سمرات و نتایجی داره سیاح. سمرات و نتایجی داره چند تا سمره دیشان بیان کردن که ما یکی به یکی از اونها در جلسه قبلی اشاره کردیم گفتیم اینه که فرمودن اگر گریه برای امام حسین دل دادن بر ازای امام حسین اشک ریختن برای امام حسین خرج کردن برای امام حسین خالصانه باشه یکی از آثارش زوب گناهانه ایشان بفرمان کردن گناهانه خب عجب ای چه اثر داره خب معلومه این اولا این گریه کردن که اثر شکستن اون دل خب این دل چی میخواد دل باید شفاف باشه او اه. دل باید جایگاه و خانه الله و محبین الله باشه بعد اثرات داره اه. یکی از جمله اثراتش این جاری شدن اشک عشق. چرا اشک من نمیاد چرا اشک امثال ما و خیلی ها چرا نمیاد میفرم خوب اگر یکدان به خدا اگر باشه یکی از صبراتش اینه مثال میزنه میگه گناهان را همون طوری که خدمت شما از کنم تیزاب ما مردم عشان. تیزاب میگیم بله. اسید اسید میگن تیزاب میگن همون طوری که اسید و تیزاب خدمت شما از کنم یک سری چیزها رو از بین میبره بله. صاف میکنه سیقل میده میگه بسیار. عشق به امام حسین هم گناهان این گونه صاف میکنه این گونه گناهان را پاک میکنم. میکنه سیقل میده این یکی از جمله آسانشه سیار. از دومین اثر به فرمایش ایشان میفهمن حب و بغض را زیاد میکنه ما تا میگه حب و بغض بعضی ها تصور میکنن که البته خدا اینه کرده بغض داشتن و کینه داشتن علیه مسلمان برادر سنی یا از مه. برادر سنی که خب اونها به ظاهر ممکن در بعض جلسات و مراسم های ما شرکت نکنن در ظاهر حب و بغض تا مطرح میشه میگه البته شیعه و سنی مسلمان علیه مسلمان, مسلمان. مثلا مسلمان. شیعه علیه سنی سنی علیه شیعه نه اصل این قضیه خب داستان داره قضیه داره حب و بغض که ایجاد میکنه بغض کینه دشمن یک اصل قرآنی داره اشداء علی الکفار معنی چیه جناب آقای حسینی ده. میگه شما با کفار اونایی که دشمن اسلام ها دشمن قرآن دشمن دین هستن میگه شما با کفار همیشه بغض داشته باشید کینه داشته باشید اشد دا علال کفار یعنی چی؟ بله اگه مقابل یک مثلا فرض کنیم دین با برخوردیم اشدا علال کفار آیا عقل میگید جامعه میگه اخلاق میگه آیا اصلا امروز عرف میپذیره ما در مقالش بسیم خب ابو سنتم قمتری را باشیم علی یک سیلی محکمه وار کنیم به تعبیر ماها وار کنیم بزنیم به صورتی چیه اشد علی الکفر وظیفمون نخیر هر کس باشه ام بگه این چیلی دینی چیز این مهم نی. ای ای نیست این نیست اشد علی الکفار یعنی اینکه شماها در راه دین خود هیچ گاب به هیچ علتی زیر بار و توطئه دشمن نرید دست دوستی با دشمن ندید دشمن دشمن بله. خب یکی از مصادیقش همین بغضه علیه مم. دشمنان اسلام تشکر استاد باشم صحبت هایتون رو قد می کنم رسیدیم به لحظات از آن بعد از آن در خدمت مستشومن. شما هستیم. شو. بیننده های عزیز و گرامی گلبان توحید از شهر مقدس سامرا را, را بشنوید و پس از از آن دوباره با ما همراه باشید Oh علیه السلام و هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله صلی اللہ علی يخاف الله علیه و آله هل من موحد یخاف الله فینا آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسد جانت به کویر تفته دریا بخشید هفتاد و دو گل به متن صحرا بخشید با جلوه کربلای آشورایی خون تو برنگ سرخ معنا بخشید بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما خیلی خوش آمدید ندای دل رب علاق گوارای وجودتان باد و تاعت و عبادات و بندگی هایتان و قبول و مقبول درگاه احدیت ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید ادامه برنامه مصباح الهدا ویژه برنامه محرم و سفر را بیننده هستید و در خدمت جناب استاد احسانی هستیم استاد دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و ادامه بحث خدمت, خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین یا الله خب بحث ما این بود که ببینین تمام طاعات و عبادات ما باید خالصا لوجه الله باشه سیار. از جمله بهترین طاعات و عبادات ما اقامه ازاداری و گریه و عشق به امام حسین و همین مراسم و برنامه هاست بسیار. خب این آثار و طبعاتی داره که ما وارد جزیاتش نمیشیم انشالله. کارشناسان بله. محترم انشاءالله برسیم به بحث اصلی برنامه انشالله بحث مفصل بله. خواهند کرد تا اینجا اجازه میخوام که به سه چهار تا اشاره داشته باشیم یک دو تا اشاره کرده مختصر بسیار یکی از اونها بود که از جمله آثار این ازاداری هایی که برای خدا باشه برای امام حسین باشه خالصا یکیش زوب گناه بود دوم سیاره. حب و بغز است دینم که جز حب و بغز چیز دیگری نیست سومین اثر اینه دوستان که انسان را سخی میسازه واقعاً واقعا یعنی این مکتب آشورا و امام حسین درس سخاوت دیتا. و ایسار رو از خودگشتگی برای انسان میده انسان نیکو نیکوکار میسازه یکی از جمله آثارش اینه که خود به خود به انسان نورانیت میده یعنی جلوه خدایی پیدا میکنه کسی که در این راستا به معنای واقعی واقعا اقامه ازاداری کنه و آخرینش اینه که گریه برای امام حسین و اهل بیت پیغمبر و امام حسین علیه مسلات و السلام بهترین بهانه برای توبه و طلب استقفاره خب از این که بگذریم حالا ما بیایم یک مرور داشته باشیم به بعضی از خدمت شما از کنون بیانات نوشته یاد و پوجوش ها و تحقیقاتی که دانشمندان اصلی شدین. پیرامون این موضوع آثار و برکات ازاداری بحث های زیاد شده که بیننده های عزیز اگر دوست داشتن و میتونن سر بزنن به آدرس های ما در صفحات اجتماعی چون آپارات فیسبوک تلگرام اینستاگرام و همچنین اگر نظریات را دارین مثبت 964 780 255 40 پل ارتباطی میان شما و برنامه شبکه جهانی هادی تیویست در خدمت شما بزرگوار یکی از جمله دانشمندانی که مشهور و معروف است البته در مزامین اسلام چون تحقیقات زیادی داره از جمله خدمت شما از کنیم در رابطه با امام حسین تحقیقاتی داره دانشمند و عدیب مسیحی است مشهور و معروف همه بینندگان عزیز خوشبختانه حتما اسمشان ده ده. شنیدن میدانند می جورج جورداق بله جورداق جو مشهور مسیح... معروفه ایشان دانشمند ادیب مسیحی است وقتی تحقیق میکنه پیرامون قضیه آشورا و امام حسین و بعد نتیجه گیری که میکنه اینجوری میگه میگه که وقت یزید مردم را تشویق به قتل امام حسین کرد و معمور به خونریزی میکرد اونها در قبال میگفتن که به ما چی اندازه میدی بله چی میدی حالا جالب از یعنی م... میگه س... س... تفاوت بین سپاه امام حسین علیه و السلام و سپاه یزید و یزیدیان این بود و ما برداشتیم حالا دنبالش هم بخونم میگه اما انصار امام حسین یاران امام حسین سربازان امام حسین به او میگفتن آقا حسین جان این تعبیر آقای به اصطلاح جرداق مسیحیه میگه ما با تو هستیم اگر هفتاد بار کشته شویم باز میخواهیم در رکابت جنگ کنیم و, و کشته شویم خیلی خوب سیاه. این نکته این جمله شاید ده ها بلکه صدها مرتبه بینندگان عزیز ما و هر مسلمانی و هر شیعه و هر کسی که آشنایی نسبی در طول زندگی خود پیدا کرده هم. از قضیه آشورا و شب آشورا میدونن که شب آشورا امام حسین علیه السلام حجت تمام کرد حتی بعض نوشتن که چراغ را هم خاموش کردن فرمودن که هر کس میخواد بره میتونه بره تا اینجا که آمده شما بلی. کار خوبی کردید شما من را یاری کردید اینجوری نیست که شما به عذابم حال تعبیر میره به عذابم گرفتار بشید شما میتونید برید کار رو اما در قبار چی گفتن؟ همون جمله که گفتن آقا ما اگر هفتاد بار هم در رکاب شما در کنار شما و برای دفاع از ارزش های دینی اگر ما کشته بشیم یعنی به نوبت یک ده. بار کشته بشیم باز بشیم خداوند با ما عمر بده باز هم کشته بشیم باز هم هفتاد بارم که باشه آقا حسین جان ما شما رها نمی کنیم. اما تفاوت اگر هفتاد جان داشته باشه هفتاد فدای حسین. جان در راه امام حسین برای امام حسین. اما دشمن چی میگفت دشمن ببینیم اونا این میخواد اینه بگه میگه که انگیزه اونا هدف اونا این بود در هم و دینار بلی. غنیمت غنیمت دیگه چی به خیلی هم رسیدن برای حکومت میگه لذا میگه میگه این تفاوت وجود داشت بین این دو تا سپا و دو تا جبهه من نتیجه بگیرم از این حرف اینا و گپ اینا به تعبیری میخوام بگم عزیزان بینندگان محترم همه ماها تا زمانی که برای خدا کار کنیم هدف جلب رضای خدا باشه هدف این باشه که در مسیر مکتب درسته پیغمبر درسته. و اهل پیغمبر قدم برداریم چون مسیر الله همین مسیر مسیر پیغمبر الله است مسیر ائمه علیه مسلات و, و سلام. مسیر امام حسین و یاران امام حسین هم همین الله هست باید تا زمانی بله تا زمانی که ماها این مسیر را دنبال کنیم واقع مطلب این کلام پیرامون ما هم صدق میکنم بله. اگر هدف این بود گاهی آخه ما خیلی هستیم تلاش میکنه مسلمان هم هسته اما میبینه بره ریاست و مقام این هاست ای تفاوت بین حق و باطل, باطل. به حق و باطل خب این یکی از جمله یکی از جمله دانشمندان مشهور و معروف مسلمانه اما عدیب و اهل مصره سیاره تعلیماتش و تحصیلاتش در دانشگاه مصر بوده مشهور و معروف عباس محمود اق... به اصطلاح اقاد... اقاد عباس محمود اقاد میگه جنبش امام حسین علیه و السلام برادران اهل سنت ها میگه جنبش حسین علیه و السلام یکی از بی جنبشه های تاریخ میگه در تاریخ جنبش های زیادی رخ داده ق... قیام ها و انقلاب ها به. و نهزت ها و جنگ های زیادی شده به. بعد از قضیه آشورا هم واقعا همینجوری بوده جنبش ها و نهزت ها و قیام های زیادی بوده اما یک تفاوت بسیار زیادی بین بعضی جنبشها ها با بعضی جنبش‌ها جنبش ها بوده حالا ایشان مقایسه میکنه میگه که جنبش امام حسین یکی از بی‌نظیرترین یعنی نظیر نداشته بی‌نظیرترین جنبش های تاریخی است که تا کنون در زمینه دعوت های دینی یا نهزت های سیاسی پدیدار گشته است بعد میگه دولت اموی پس از این جنبش یعنی بعد از آشورا بعد از انقلاب امام حسین بعد از نهزت امام حسین به قدر یک انسان طبیعی دوام به قدر عمر یک انسان به اصطلاح که طبیعی عمر میکنه دوام نیاورد چرا بگه و از شهادت حسین تا انقراض آنان بیش از 60 و اندی سال نگذشت یعنی اینا کلا میخواد بگه ریشه حکومت بنی به اصطلاح ها ریشه حکومت امعوی ها توسط این نهزت و این انقلاب و این جنبش جنبش به سالا سوزانده شد و شد همون قضیه که هم. میگه جا الحق و زحق باطل. باطل. خب حالا من اگه بخوام واردی بحث بشم در شرایط شدید نمیتونم بحث واقعا نمیشه بحث کرد کرده چون خیلی ها مدعی هستن که ما هم مثلا حقیم خیلی ها میگه اون باطله ما حقیم او چنین ده. و چنان ما چن... از این قبیل این حرف و اینها دیگه می این میخوام بگذارم به از مسیری که در حرکت هست و بفهمم پیدا بکنه با... که در کدام مسیر هست باید تحقیق کرد برسی کرد آره به دست آوردونه این ما واگذار میکنم در شرایط فیلی ده. که الان در جهان ده. اسلام اتفاقات داره میفته ستا میتونیم وقت داریم از جون بشیم ما حسینه که دو مورید هم اشاره بکنیم لازم دیدیم چشم به ما به هر حال ما این می‌گذارم دیگه تحلیلش و مقایسش محاسبش بررسیش که خود مردم بدونن نه. هر نهزتی هر قیامی هر انقلابی هر جنبشی که واقعا اگر آماده الگو به معنای واقعی قرار داده جنبش امام حسین حرکت امام حسین قیام را و نه. او پیروز شده او موفق بوده واقع مطلب اون موفق بوده خب من همینجا اجازه میخوام که باز اشاره کنم به فرمایشات یا کلم کلمات یکی دیگر از جمله اندیشمندان مشهور و معروف رئیس سابق کنگره ملی هندستان، هندوستان به نام تاملاس توندون ایشان میگن که این فداکاری های عالی اشاره داره به اليوم حسین این فداکاری های عالی از قبیل شهادت امام حسین علیه و السلام سطح فکر بشریت را ارتقا بخشید بالا برد واقعا همینه واقعا همینه یعنی هر بازم تاکید میکنم هر انسانی و هر جنبشی و هر جمعی و هر تشکلی که بخواد یا خواست یا, خواست، یا بخواد به اون مرحله موفقیت و ارتقا و رشد و بالندگی برسه و به اون جایگاه برسه که استقلال عزت پیروزی به دست بیاره حالا در اون حد خود ولو غیر اسلامی هم باشه فقط اگر بیاد مطالعه متا... کنه قیام امام حسین و سرمخش و الگو باشد این قیام برای قیام اونا نهزت اونها این قطعا و قطعا این به اون مرحله از بالا و رشد و بالدگی میرسه به ارتخاب میرسه میگه بنابراین و خاطره آن شایستش شایسته است همیشه باقی بماند و یاد آور شود آقا چرا تکرار میکنیم عزیزا ما چرا تکرار میکنیم هر سال آشورا تکرار میشه همین گپا مر خیلی از این ده ها مرتبه بعضی از کسانی که اهل اینا منبران و مجلس و محفل و مطالعه کردن ما و اینا شنیدن اما چرا اینقدر تکرار چرا سیاه. یاد آوری برای این که برای این که هر زمان بزه گذشت زمان اینا رو فرسوده نمیکنه کهنه کوهنه هم. نمی کنه ها همیشه ای مهم بودن و حق بودن استمرار بخشیده برای امان. همیشه اون چی که مهمه اینه که اینها نو و جدید و خدمت شما از کنون برآورده میکنه آرزوها و آمال بشر و انسان و همه مسلمان ها را خب شما اشاره فرمید سوال شما چی بود گفتین؟ ویژهی های جنبش امام حسین رو گفتم یکی بس. از جمله همون اخلاص بود که ما اشاره کرد سیار. یعنی واقعا اخلاص امام حسین علیه السلام خودش خالصانه ما انشاءالله یا کارشناسان محترم بحث میکنن یا ما اگر برسیم به موقع شاید اشاره کردن شاید اشاره بکنن به موقعش ببینیم ما پیرامون اهداف امام حسین اونجا مفصل مطرح شده بعضی ها اشتباه میکنن میگن که برداشتشان این البته برداشت اشتباهه میگن چون امام حسین علیه و السلام و سلام را دعوت کردن مردم کوفه امام حسین یعنی قبلش امام حسین نمیدونست یعنی امام حسین هیچ شناختی و معرفتی آگاهی از, امور جامعه از, از جامعه و از دستگاه زلمه نداشت از همه مهمتر آیا امام حسین خود را مکلف به انجام تکلیف نمیدونید در برابر این شرارت این فسق این ظلم و این جنایت جنایت, جنایت هایی که توسط دستگاه یزید میشد قطعا میدونید قطعا میدونید قلیزا میگن دعوت کرد دعوت کردن منظور من مردم کوفه امام حسین را که امام حسین صرفا به سلام بود و چند تا دیگه از اینا میگن خب امر به معروف و نهی از منکر اونجا مطرح میشه حدودا 17 18 تا مصادیق بیان شده برای اهداف امام حسین ما اهدافی داریم که امام حسین میگن اهدافی دارن و همچنین عوامل و انگیزه های انقلاب انقلاب اهدافی داره انقلاب عوامل و اسباب و انگیزه هایی داره. بله. که اینجا ای خودش گفتم بحث داره انشالله اونجا اهدافی داشت امام حسین یعنی از امام حسین قیامش حرکتش رفتن به مکه و آمدن به کربلا هدفمند بود امروز این اینجوری میگن بروز اگه بخوایم هدف من بود بر اساس اون اهدافی بله. که بود میگن هزاران دعمت... نامه نوشت که امام حسین باید بیه امام خ... حسین زمان خودش احساس میکرد اگر یک نامه هم نمی آمد قطعا این میکرد پس... کردن دیگه و بله. در عمل که وقت اون همه عمل نکردن حالا اجده هزار نفر اینها نامه نوشتن باز خودش بحثی که اجده هزار مکتوب بوده یا هزار نفر و قبیله ای بود مثلا یک قبیله هزار نفر کمتر و زیادتر یک, یک نفر به عنوان نمایندگی از این مثلا حالا هجده هزار نفر اینها به که از مردم کوفه حالا بین راه و روستا اینا به جای خود خب اینا دعوت کردن آیا امام حسین خودش باید یک مسئله مهم به دیگری پیش میاد که اینا باید بس بشه انشالله مگر معصوم نیست مگر آینده نگری نداشت بله اینا نبود از اون طرف ده سال هم کنار برادرشان امام حسن باید می استاد تا دشمن مرتکب خلاف بشه که شد پس امام حسین 17-18 مورد اهداف انقلاب امام حسین نزد امام حسین بیان شده که ان شاء الله فرصت اگر بود ما اشاره میکنیم یا کارشناسان بعدی ما خب اینو میخوام به شما عرض کنم یکی از جمله بهترین کارهایی که صورت گرفت و عملا به ماها الگو باید باشه همیشه همیشه چی دشمن باطنی که داریم دشمن هوای نفسی که داریم باید به با کار برای خدا باشه عبادت عبادت واقعا برای خدا باشه حرکت کردن ما قیام ما سخن گفتن ما پول دادن ما انفاق ما هر چی میخواد باشه برای خدا اگر بود سمر بخشه امام حسین علیه السلام کارش این بود خالص بود یارانش هم خالصانه حرکت کردن کس. و یک و یکی دیگر از سه. جمله که اینا خود باز بحث داره بازم بحث داره مثل اسارت اهل بیت بالاخره کی باید چهره کریه دشمن را که, که اونا وانمود کرده بودن این سرهایی که روی نیزه ها شما مردم کوفه و شام و بین راه ها میبینید اینا خارجی ها بودن بله. کی این باید اینا رو معرفی دل. دل. کنه کی باید پیام انقلاب و نهزت مسلم با یکیش اسرا بود و همینجوری چند تا است اجازه اگر باشه وقت داشته یکی دوت دیگه من بیانات اشاره کنه خب یکی از جمله نویسندان مشهور و معروف است بازم مسلمان عبدالرحمن شرقاوی ایشان میگن حسین علیه السلام شهید راه دین و آزادگی است امام حسین شهید راه دین و آزادگی است خب نه یعنی تنها ایشان میگن نه تنها باید به نام حسین شیعه ببالد یعنی میگه نباید شیعه تنها ببالد به نام امام حسین افتخار کنه که حسین از ماست بله حسین از ماست بالاتر حسین از همه مسلمان هاست حسین سیار. از همه آزادی خواهانه به این معنا تعبیر منه ایشان سیار. میگه حسین شهید راه دین و آزادی یعنی برای دین به شهادت رسید برای آزادی به شهادت رسید حریت به شهادت رسید نه تنها شیعه باید به نام حسین علیه السلام به ببالد، بلکه تمام آزاد مردان دنیا باید به این نام شریف نه. افتخار کنن سیارا. تمام آزادی خواهان دنیا میگه باید به نام امام حسین و آشورای امام حسین باید اینها افتخار کنن واقعا ببالن یک... یک دانشمند هندی هم در اینجا میگه که من برای مسلمانان تبریک میگم و اینا باید به خودشان ببالند که یک انسانی کاملی چون امام حسین در جامعه اسلامی متولد شد متولد شده و بله فداکاری کرده خب حالا میخواستم من بگم اون جمله مشهور و معروفه که گاندی ایشان که رهبر استقلال هنده دیگه بله. اون خودش بحث جمله داره مشهور معروفه میگه من زندگی امام حسین علیه السلام را که شهید بزرگ اسلام است به دقت خواندم و توجه بسیار. کافی به صفحات کربلا نمودم و بعد میگه و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد اینجا خودش میگه هندوستان اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد و باشد بایستی از سرمشق امام حسین پیروی کند و همین جوری که فرمایشات شما داشتید داشت خب باز هم وقت داریم اشاره کنم بله یکی دیگر از جمله نویسنده های مسیحی است این اشاره به این نکته داره که میگه اگر این امام حسین از ما, ما بود ما بود ما چیکار میکردیم مسیحیه ده. کی بود مسیحی. دخشی؟ آنتوان بارا به نام آنتوان بارا نویسنده مسیحیه میگه اگر حسین از آن ما بود در هر سرزمینی میگه اگر مسیحی میگه در هر سرزمینی اگر حسین از مومید برای او بیرقی برمی افراشتیم پرشمه بر و در هر روستایی برای او منبر برپا می نمودیم و مردم را با نام حسین به مسیحیت فرا می خواندیم جالبه میگه ما مردم را به نام امام حسین به مسیحیت فرا می خواندیم یعنی از این نام از استفاده میکرده. از این آوازه به تعبیر ما از این شهرت از این افتخار از این خود مدال از این قهرمانی ما اینجوری استفاده میکردیم بیرق به پا میکردیم منبر به پا میکردیم بالاخره می مردم دعوت میکردیم خب اونا میگن ما حقیم دیگه حضرت مسیح چه ما ما حقیم خب میگه ما بده می مردم به تعبیر منه مردم را دعوت به حق میکردیم تا به وسیله این شخص یعنی حسین ابن امام محسن علی, محسن علی علیه السلام و السلام خب در این رابطه باز هم گپ و حرف زیاده یکی دیگر از جمله باز مسیحی هاست میگه گرچه کشیشان ما هم از یعنی... ذکر مصائب مساه... حضرت مسیح مردم را متاثر می سازم یعنی میگه اونا بله اونم ناراحت میشه از این مصیبت ناراحت... خب میگن که حضرت عیسی مسیح علی نبی جناب علیه السلام خوشان با اون مظلومیت سردار و چنین شده, 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 شده و فدا به صلیب کشیده شد و مظلوم واقع شد میگن میگه مز... ایشان چی میگه میگه که به نام توماس ماساریک توماس ما ساریک میگه که کشیشان ما هم از ذکر مسائب مسائب حضرت مسیح مردم را متاثر میسازند ولی آن شور و حیجانی که در پیروان حسین علیه السلام یافت میشود در پیروان مسیح یافت نخواهد شد اعتراف اینه بگه آن شور و حالی و احساسی که در وجود پیروان یعنی کسانی که اقامه عذاب و مصیبت امام حسین میکنن اونا میگن اونا میگن از مظلومیت عیسی مسیح میگن بالاخره سلیب شد چنین چنان شد متاسف مردم خودشان دیگر. اما روز خو... اما برد. روز خونه و منبری ها و بالاترش دیگه جا بگم خود حضرات معصومین خود حضرات معصومین روزه امام حسین خوندن مصیبت امام حسین خوندن پیغمبر خوند و حضرت زهرا سلام بالاتر بگم حضرت جبرئیل امین دهلی. آمد مصیبت امام حسین را بله از... قبل از روز کر... پلک های ما را شکستند. شکست. قبل از اینکه که قضیه آشورا اینگونه مجسم بشه به ظاهر پیش بیاد جبرئیل امین آمد به پیغمبر خدا خبر داد از آینده امام حسین هست. خب که داستان داره مفصله خب اینا همه و همه مار سوق دادن به سمت سوی کربلا و مسائبه که به امام حسین و اهل بیت امام حسین وارد شد ایشان میگه اونها هم دارن ای کنه میکنن اما ما کجا و اونها کجا بعد در آخر گپ و سخنش میگه که و گویا سبب این باشد که مسائب مسیح در برابر مسا میگه و گویا سبب این باشد چی فرق است میگه اونا هم میگه متاثر میکنن پیروان محسن هم متاثر میشن اما سببش چیه ایشان میگه می سبب سببش مظلومیت می بیان میکنن به عقاید خودشان برای حضرت مسیح میگه مصائب مسیح در برابر مصائب حسین علیه السلام مانند پرکاهی است در برابر در مقابل یک کوه عظیم میگه پر کاه کجاست کوه عظیم روی. کوه عظیم کجاست این مصیبت کجا او مصیبت کجاست به. خب اینا اعتراف ها و سخنان دانشمندان و نویسنده ها و پژوهشگران و کسانی که درباره نهزت امام حسین تحقیق کردن مطالعه کردن پژوهش کردن اینا شمعی هست من آدرس میدم خصوصا الان که نه. دیگه فضای مجازی قضای خیلی آسان کرده بله باز کنن برن داخل اینترنت برن خدمت شما از کنم سخنان دانشمندان جستجو کنن مسلمان ها جستجو کنن ببین چی میگه خصوصا همین حاله همین حاله ما سالهای قبل توفیق داشتم و در افغانستان کشور افغانستان بودم روز آشورا تاسوعا و به مناسبت های مختلف در ایام ازاداری اهل بیت و امام حسین علیه السلام در ماه محرم برادران و علما مولوی صاحب ها دانشمندان بحنه. از برادران نور چشم ما اهل سنت و جماعت بحنه. اونجا سخنرانی میکردن شما باور کنید اشک مردم در میوردن واقع همین که اینه که از من بله. من خواهش میکنم همینجا در تقریبا پایان عرایزم شاید باشه امشب خواهش میکنم در خدمت شما. چقدر؟ دو دقیقه ما خواهش میکنم استدعا میکنم که تمام مسلمان ها به کربلا و آشورا و اربعین و به قضیه امام حسین و اینها از این دید نگاه نکنن که شیعه ها دارن اقامه ازاداری میکنن و مختص ده. این قضایه به شیعه و باید شیعه این کاره بکنه اولا امام حسین علیه و السلام که تمام علما بزرگان و اهل تاریخ گفتند که امام حسن و امام حسین دو تا سید جوانان اهل بهشته اه. همه نوشتن همه دیدن گفتن اون نقل کردن از صحابه پیغمبر که امام حسن و امام حسین یک روز راست یک روز زانوی چپ پیغمبر می نشستن اینا بد و تمام صحبت ها،, ها سخنان پیغمبر آل قدر اسلام سخنان امیر سخنان خلفا راشدین ببینن بزرگاه دین اهل سنت جماعت که درباره امام حسین برن مطالعه کنن بشنون وادار کنن علما بزرگوار مولوی صاحبا اینا در منابع در نماز جمعه روشن کنن بره جوانان بگن واقعا آگاه کنن به عنوان یک رسالت به عنوان اه. یک وظیفه در شرایط فیلی ببینیم دانشمندان غیر مسلمان بایدن مطالعه کردن بررسی کردن تاریخ هم این واقعیت داره وقت مطالعه کردن به این جا رسیدن که بله ما اگر بخوایم جهان بشر اگر دنبال آزادی و آزاد منیشی و استقلال این بهترین الگویه به. بهترین رهبره پیش خب ما مسلمان ها چی کار نکنیم؟ از این مکتب فکری بله ما مسلمان ها چرا خب بهره برداری نکنیم از عاشورا اختصاص نده دشمنا آمدن دشمنانه دشمنان بین دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنانی که نه تنها دشمنان اهل بیت دشمنان مکتب عاشورا هستن دشمنان اسلام و قرآن و دین پیغمبر اینا آمد چیکار کردن؟ یک از راه های تفرق افکی نمیده بابا شیعه ها شیعگان شیعگان مربوط به شیعگان میشه یا حسین مربوط به شیعگانه نمیدانم که این پرچم مربوط به شیعگان این ازاده مربوط به شیعگان نه اکی. مربوط به همه اسلامه اگر امت مسلمان هستیم که بله امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبر همین امت اسلامی هست خیلی ممنون است سلامت بشین چند کلمه در حق دا دعا داشته باشه. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر قسمت میدهیم این مرض منحوس کرونا که دیگه امروز واقعا در رأس دعاهای همه ما ممی... باشه خدایا از جوامع بشری و انسانی و امت اسلامی دور بگردان الا. همه مریضانی که از این ناحیه مبتلا شدن به این مرض خدایا شفا عنایت بفرما به ما توفیق اقامه از امام حسین و اهل و توفیق پیروی از مکتب آشورا عنایت بفرما الوح. و السلام علیکم و رحمت و نازمان آموزگار را که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد در جهان بعد آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند بیننده های عزیز و گرامی سپاس از که تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه مصباح الهدای امشب تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه ایتان را به الله پاک به همتا میسپارم. ایام به کامتان وقت خوش خدا